خب عرض سلام دارم خدمت علاقمندان و دوستان عزیز فکر کردم برای اینی که ما حتی کیفیت جورنال کلاب ها رو یه مقدار ارتقا بدیم افزایش بدیم برای هر جورنال کلاب هر جلسه من یه تعدادی زمیمه هم ارائه بکنم خدمتون که در واقع حول و حوش اون بحث اصلی مقاله جورنال کلاب مربوطه هست منتها خب فکر میکنم برای دوستان و همکارانی که شاید وقت کمتری دارند و فرصت کمتری دارند اینها رو به صورت در واقع یک متمم زمیمه ساپلمنت ارائه بدم و در واقع کمک کننده باشه برای اونایی که حالا میخوان فرصت بیشتری بذارن مطالعه بیشتری بکنن و این رو در واقع اختیاریش کنیم به قول معروف البته همش اختیاریه هیچ کدومش اجباری نیست ولی فکر کردم اینم یک قدم کمک کننده میتونه باشه خب برای جورنال کلاب جلسه سه در واقع تاپیک یا مبحثی رو که حس کردم میتونم اضافه بکنم پدیده ای هست که همون بحث اصلی اون مقاله رو در بر میگیره که اگه خاطرتون باشه ای بود تحت عنوان مونوتراپی در مقابل پلی فارمسی و میخوام یک مروری داشته باشیم ببینیم به این مسئله آنتی سایکوتیک فارمسی یا درمان چند دارویی به کمک داروهای ضد پسیکوز چه مقالات و یافته های جدیدی هست و بحث کجا هست یعنی یه ذره بخوایم اون بحث رو غنی کنیم من گشتم به نظرم اومد که این مقاله یک مقاله کلیدیه زیاد بهش ارجاع شده آنتی سایکوتیک پولیفارمسی A dirty little secret or a fashion. که در واقع میشه در چند درمان چند دارویی آنتی سایکوتیک ها یک مقاله مروری هست در رونال اینترنشنال جورنال of نورو سایکو مال 2020 و, و در واقع اون تیتر بعدیش هست یک راز کثیف کوچولو یا مود البته این اصطلاح این نویسنده نیست جوری که گشتم 20 سال پیش این رو گفته بودن که این اصطلاح رو بدونید بد نیست میگفتن که پلی فارمسی dirty little secret هست یک راز کثیف کوچولوست یعنی خیلی ها میدونن که این کار رو میشه کرد این کار رو میکنن ولی به بقیه نمیگن و در واقع احساس میکنن که نباید بگی ولی خیلی ها ازش استفاده میکنن نویسنده مقاله خودش خیلی پژوهشگر در واقع کاتینگ ایج تو این قضیه نیست مال دانشگاه پزشکی تایپه تایپه کشور تایوان هست آقای لین یا شاید هم خانوم باشه شی کو لین خب توی این مقاله راجع به ای پی پی که در واقع میشه آنتی سایکاتیک پلی فارماسی پس این ای پی پی رو ما زیاد این اصطلاح رو خواهیم شنید آنتی سایکاتیک پلی فارماسی تو قسمت مقدمه و مرور منابعش چیزای جالبی میگه مثلا میگه که از همون موقعی که آنتی ها ساخته شدن و واقعا دو سه تاشون اومد به بازار روانپزشکا شروع کردن درمان چند دارویی رو مرسوم کردن یعنی سال 1970 ما در واقع شواهدی داریم که روان عادت داشتن باور داشتن که میشه چند تا آنتی رو با هم مخلوط کرد و گاهی تا شش داروی ضد پسیکوز در دهه هفته تجویز می شده به خصوص بین روان پزشکان نیویورک و در واقع این راز کثیف کوچولو از نیویورک شروع میشه اونا شروع میکنن دو دارو سه دارو چهار تا حتی میگم شش تا آنتی سایکوتیکو با هم مخلوط میکردن و در واقع استفاده میکردن و تعریفی هم که برای APP پی پی، آنتی سایکوتیک پولی فارمسی وجود داره اینه که میگن دو یا چند داروی ضد پسیکوز رو شما به صورت همزمان استفاده بکنید اما مرور منابع در همین مقاله میگه چرا این کار رو میکنند یعنی دلایل انجام پولی فارمسی در بالین چی هست این فهرست رو در واقع ارائه داده و البته به صورت مبسوط به اونا بحث نکرده unsatisfied efficacy of primary antipsychotics در واقع اثر بخشی غیر رضایت بخش داروهای آنتیسایکوتیک یا اینه که rapid therapeutic response میخوان جواب سریعتر بشه یعنی اون نیویورکی ها چرا این کارو میکردن میخواستن جواب سریعتر بگیرند severe course of illness در واقع مسیر خیلی شدید بیماری عدم تحمل به کلوزاپین 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 انتولرنس Uh, یا اینه که بعضی هاشون یه درصد خیلی کمی مدعی بودن که شواهد وجود براش داره شواهد علمی وجود داره که البته این اشاره کرده که این شواهد خیلی غنی نیست و اینا در واقع حرفشون خیلی جدی نیست randomized control evidence amelioration of side effects بعضی دو دوتا یا چند دار رو به این دلیل میدادند که عوارز عوارز جانبی رو کم بکنند یا اینه که میخواستند حالتهای همبود رو درمان بکنند treatment of comorbid conditions و یه چیزی که کمتر تو کشور ما هست ولی جالبه من این مطلب رو توی چند تا مقاله ای که الان خدمتتون راه میدم خیلی تو مقدمش بهش اشاره میکنن و اونم مسئله اقتصادیه میگن داروهای آن سایکوتیک گرونه گاهی اوقات مجبور میشن مثلا دوتا رو مخلوط کنن یه گرون رو با یه ارزون اون گرونه رو به عنوان اینه که اثر بخشی خوبی داره ولی دوزشو بیارن پایین و از اون ارزونه بزنن کنارش که در واقع قیمت خیلی تموم نشه و سکپتزم توارد دیوز آف تریتمنت بدبینی درباره این راهنماهای درمانی خیلی از روانپزشکا گفتن ما بدبینیم اینی که الگوریتم کشن این کارو بکن این کارو بکن ما خودمون با خلاقیت خودمون دو تا یا چند تا رو با هم قاطی میکنیم این راز کوچولوی کثیف ماست خب آمار چی میگه اومده بررسی کرده که آمار در واقع ای پی پی یعنی اون آنتی سایکوتیک پولی فارمسی در جهان حدود 25 درصد و این عدد رو من به کرات توی مقالات مختلف دیدم یعنی از هر چهار نفری که آن سایکوتیک میگیره یکیشون دوچار پلیفارمسی میشه یعنی اون روان پزشک این کار رو میکنه حالا این میتونه یه مبحثی برای پژوهش باشه در کشور خودمون که نسخه ها رو بیاین بررسی بکنید و ببینید ای پی پی تو ایران چجوره چون چند تا از مقالاتی که در ریفرنس این مقاله اصلی بود اصلا مقاله همین بود پرکتیس اون شیوه تبابت کردن در کشورهای مختلف بود از نیجریه بگیر کنیا بگیر کامبوج بگیر ویتنام بگیر اینا هر کدوم ورش شدن دو یه دونه مقاله داده بودن و توش بیشتر اومده بودن نسخه ها رو نگاه کرده بودن که ای پی پی تو چند تاش هست چند تا یافته رو به صورت خلاصه ارائه میده میگه ای پی پی در آمریکای شمالی یعنی آمریکا و کانادا از سال 1980 تا سال 2000 یه مقداری رفته بالا 12 ممیز 7 درصد بوده بعد یه خورده رفته بالا شده 17 درصد معنیش اینه که پزشکان آمریکای شمالی و کانادایی یه ذره دست به اصا کمتر را میرند و دوتا دار رو مخلوط میکنن ولی از استاندارد جهانی پایینتره. یعنی میانگین جهانی حالا نگیم استاندارد چون این استاندارد نیست اصلا میانگین در واقع اجماع هست پس حدود 17 درصد سال 2000 بوده ولی جالبه تو آسیا آمار جالبه اون اوائل پنج, پنج درصد پولی فارمسی بوده ولی الان کم شده یعنی میگه پزشکان آسیایی به خصوص منظورشون اون آسیای جنوب شرقیه اینا خیلی دوست داشتن دو تا آنتی سایکوتیک با هم قاطی کنن ولی به دلایلی حالا شاید همین مانوئل ها باشه همین دفترچه های راهنمای دبلیو اینا باشه اینا از پنج, و پنج درصد رسوندن به 20 درصد و توی اروپا تغییری نکرده توی اروپا توی اون 1980 تا 2000 همون حدود 23 درصد میانگینشون بوده توی این مقاله یک جدول داره که خیلی جدول استراتژیکیه. و در واقع میگه که ما گشتیم و ببینیم که مقالات اصلی و پژوهشی که راجبه چند درمان داروی، چند دارویی در آنتی سایکوتیکا از کدوم هست این فهرست رو ارائه داده این هم خدمتتون بگم که این مقاله که الان دارم خدمتتون معرفی میکنم این مقاله تقریبا چند ماه بعد از اون مقاله ژورنال کلاب شماره 3 چاپ شده و این چند مقاله رو نام برده نگاه کنید این مقاله تیهونن 2019 این همونیه که ژورنال کلاب شماره 3 هست یه مقاله کاتونا هست 2014 همون مقاله مجارستانه اگه یادتون باشه همون مقاله بود که تو مجارستان اومد نسخه ها رو نگاه کرده بود و دیده بود که در واقع وقتی شما چند دارو با هم استفاده میکنی چهل درصد ریسک بستری رو کاهش میده وقتی شما ای پی پی داری آنتی سایکوتیک پولیفارمسی و مقاله تیهونن هم که یادتون هست که در واقع سلسله مراتبی رو رسم کرده بود که نشون داده بود که بهترین پلیفارمسی مخلوطی هست از کلوزاپین و آریپیپرازول که ببینید اینجا هم این رو اشاره کرده و بعد اشاره دیگه ای بود که مثلا کلوزاپین با بقیه نسل دومیا خوب بود ولی خیلی معجزه اضافه نمیشد و در واقع اشاره کرده بود که لانگ اکتینگ ها به اضافه داروهای نسل دوم آموزه ها های خوبی هستند و روی جمعیت نسبتاً بزرگی این کار رو کرده توی این مقاله دو تا مقاله دیگر رو خیلی روش مانوف داده بود یه مقاله کدرا هست 2018 و دیگری کاستری دیس 2019 خب من دیدم بیشتر این مقاله رو اختصاص داده به بحث در مورد اینا پس رفتم اون مقاله رو استخراج کردم خدمتتون ارائه میدم در واقع میخوام سعی کنم که تو همین چند دقیقه شما راجع به پولی فارمسی دیگه هر آنچه که ممکنه و بالاترین در واقع آورده هست بدونید و پروندهش رو ببندید بذارید کنار دیگه راجع بهش بحث نکنید مقاله کدرا چی هست این مقاله 2018 توی آکتا سایکیاتریکا اسکاندیناوی اسکاندیناویکا چاپ شده و اسمش هست لانگ Term آنتی Polypharmacy پولی in Secondary Mental Health منتال and the risk of mortality. چیزی که در واقع توی مقاله لین هست و مقاله کدرا اینه که میگه خیلی ها میگن پولی فارمسی از دو بود مد نظره اینه که آیا اثر میکنه یا نه اینه که خطرناکه یا نه و در واقع مقاله کدرا اشاره اصلیش بر اینه که اگه شما دوتا آنتی سایکوتیکو با هم قاطی بکنی آیا خطرناکه یا نه و چون اده ای از مخالفین جدی پلی فارمسی میگن صرف نظر از اینی که اثر میکنه یا نه این خطرناکه این کارو که میکنی عوارض جانبی رو میبره بالا خب این مقاله چکار کرده؟ این مقاله هم اومده باز روی نسخه ها ما رو افتاده مثل مقاله تیخونن و مقاله کاتونای مجار کدوم منطقه رو در نظر گرفته؟ یک چند در واقع میشه گفت چند... برو در لندن چند ناحیه در لندن حالا لندن چون در واقع میشه گفت بیشترش خلیج مانند داره و رودخانه توی بخش مختلفش میره اینا رو به صورت برو طبقه بندی کردن یک جمعیتی حدود یک ممیز سی میلیون نفر رو این که کچمنتر یا این منطقه در نظر میگیره و در واقع شواهد افراد مبتلا به بیماری شدید روان پزشکی از ژانویه 2007 تا دسامبر 2014 رو از توی اینا استخراج کردن کیا رو اونایی که سیریس منتال ایلنس دارن اینا بیشتر این مقالات جالبه شما یه روندی میبینی که SMI تعریف میکنند و این دیگه تقریبا ور افتاده شما من فکر کنم اس ام آی به کار ببرید توی پرکتیستون توی تبابتتون توی نظر دادنتون اس ام آی یعنی اسکیزوفرنی اسکیزو و بی ام دی و جالبه میگن که اینا رو خیلی نمیتونیم مرزاش رو از هم جدا بکنیم پس بیایم بگیم سیویر منتال ایلنس اس ام آی پس این اومده اس اون منطقه تحت پوشش بیمه این ساوت لندن اند موتسلی ان اچ تراست SLAM حالا من آشنایی ندارم نمیدونم چیه در واقع نسخه های الکترونیکشون رو در آورده از سال 2007 تا 2014 و به طور متوسط افرادی که این نسخه هاشون استخراج شده آدم هایی که مبتلا به بیماری روان پزشکی شدید سیریوس منتال ایننس بودند به طور متوسط چهار و نیم سال دنبال شدند یا دقیقتر خواستم بگم 1636 روز همون چهار و نیم سال میشه ببینید در یک فرجه 2007 تا 2014 آدمایی رو که مبتلا به بیماری شدید روانپزشکی بودن دنبال کردند ببینن مرگ و میرشون چجوره و این رو مطابقت بدن با نسخه هاشون و بعد ببینن اونایی که مرگ و میره بیشتری دارن تو نسخه های آنتی سایکوتیکشون بیشتر یه دونه دارو بوده یا پولیفارمسی بوده البته شما همینجا ممکنه اعتراض کنید خب این دلیل نمیشه که در واقع ممکنه اونهایی که در واقع پولیفارمسی شدن به دلایل دیگری پولیفارمسی شدن و به این راحتی شما نمیتونید بندازی گردن اینی که دو دارو میگیره اینم درسته خود نویسنده ها به این مسئله اشراف دارن خب اینجا یه ذره به درد بالینتون میخوره اگه شما بری تو انگلیس و بپرسی کیا روان پزشکشون ور میدارن دو تا آنتی سایکوتیک بهشون میدن این نمودار از بررسی اون چند هزار مریض استخراج شده اونایی که جوان ترند یانگر اونایی که بیشتر آفریقایی تبار هستند یا از کارایی اومدند پس برای سفیدا نیست اینجا همینجا نگاه کنید به نظر میاد چیز نجات پرستی توش هست مثلا اونایی که غیر سفیدن اونایی که سیاهن از کارایی اومدند اونها بیشتر دو تا دارو میدن حالا شاید روان میترسه آیا فکر میکنه مثلا یه دارو بهشون اثر نمیکنه و معمولا آدمایی هستن که بیکارند less likely to be employed and less likely to be in a relationship و کمتر توی رابطه باشند پس مجردین بیکار بیشتر ای پی پی میگیرند living in a higher deprivation neighborhood توی در واقع مناطقی از لندن که مناطق محروم تره پس شما داری کم کم نمونهش رو میبینی یک جوان سیاه پوست بیکار مجرد در منطقه فقیرنشین نشین که بیشتر تشخیص اسکیزوفرنی داره تا دو قطبی بی ام دی و به احتمال زیاد بیشتر سیگار میکشه خب همینجا دوستان عزیز من فکر کنم برای اینکه تمرینی هم برای دستیاران باشه شما فکر کنید به راحتی شما نمیتونی بگی که خب اگه این گروه ای پی پی کمتر مردن یا بیشتر مردن تقصیر داروه ببین گروه جوانتر بوده گروه بیشتر سیگار میکشیده گروه مجرد بوده اینا هر کدومش برای مرتالیتی برای مرگ و میر خودش یک ریسک فاکتوره اما جواب سادش چی بوده؟ کاپلان مایر سروایوال بقایشون چی بوده؟ جواب سادش این بوده که در اون مدت زمانی که اینها رو دنبال کردند شما ببینید در دوره فالو آپ هشت ممیز چهار درصد فوت شدند رقم نسبت زیاده ها یعنی شما در یک دوره فالو آپی که در واقع توی این کوهورت هست و بعد گفتم میانگین فالوآپ 4 و نیم سال بوده ولی در از فالوآپ 7 سال بوده دیگه و وقتی شما کاپلان مایر سروایوول استیمیت میکنی یعنی این خط رو امتداد میدن به مدت 7 سال یعنی توی یک مدت 7 سال شما نگاه کنی از 2007 تا 2014 8 ممیزه چهار درصد افرادی که اسمای دارن میرند رقم زیاده نه؟ خیلیه تازه با توجه به اینه که خواهید دید سن اینا اکثرا پایینه سن بالایی ندارن حدود 38 تا 40 سال هستن پس نشون میده مرگ در گروه اس زیاده پس این یه نکته فرعی ببین باز یه چیزای دیگه اینا تجربه است این تجربه این آدم وقتی مقالات رو میخونه فقط دنبال استخراج داده های اصلی مقاله نباشید یه ایده هم میاد بود مثلا اینکه کیا آنتی سایکوتیک دوتایی میگیرن تو قرب جدید این اصلا جزء اصل پژوهش نبود ولی اطلاعاتش خوبه یعنی که معمولا مثلا آدم هایی که ام آی بیماری روان پزشکی جدی دارند چقدر عمر میکنن دیدید عمرشون خیلی کم میشه ولی نکته جالب اینه که بدون اینی که این رو بخواد در واقع با عوامل مخدوش کننده بررسی بکنه دیده بود اونایی که تک دارو میگیرند مونو میگیرند بعد از اون هفت سال 9 درصد مردند در صورت که اونا چند تا آنتی سایکوتیک میگیرند پولی فارمسی میگیرند شیش ممیزه چهار درصد مردند که در واقع میانگین اینها شده هشت ممیزه 4 درصد خب طبعا حالا ممکنه شما بگی 8 و 4 چرا به 9 نزدیک تره برای اینکه تقریبا یک چهارم جمعیت داروی پولیفارماسی میگیره سهم اونا کمتره توی این تخمین ولی نگاه کنید با نگاه اول پولیفارماسی ها کمتر مردن خب شما ممکنه همینجا دیگه بگی که خیلی خوب پلی فارماسی پس خیلی خوبه جلوی مارگومی رو هم میگیره در صورتی که خب نویسنده‌ها گفتن نه اینکه قبول نیست شما همین اسلاید قبلی دیدی اینا تر بودن خب آدم جوان چرا باید مثلا همان دوز آدم مسن‌تر بمیره مثلا اسلاید بعد رو نگاه کنید این بعضی از شاخص های جمعیت شناسیش رو بررسی کرده اولا نگاه کنید مونوتراپی تو 76 ماهز 9 درصد بوده همون داستانی که گفتم تو اروپا یک چهارمه اینم تقریبا 24 درصد در اومده اصلا دقیق تر بهتون میگم 23 ممیزه 1 درصد در اومده که همون 23 یک که اونجا گفتم میانگین اروپا است خیلی جالبه به انگلیس چقدر به میانگین اروپا نزدیکه توی چند نفر؟ توی 10,945 و و نفر منتها یادتون هست گفتم اونا که چند دوروی میگیرن جوونتر بودن خب اینا 38 سالشون بوده در صورت که اینا 42 سال بوده پس همینجا شما اگر اسلاید قبل رو نگاه بکنید ممکنه بگید او نگاه کن پلی فارمسی ها کمتر مردن ولی یکی ممکنه بگی خب حالا چهار سال جوونتر بودن شما وقتی چهار سال جوانتری انتظار داری کمتر بمیرن پس باید این عوامل مخدوش کننده رو در مطالعات آماری در اون بررسی رگرسیون در واقع استخراج بکنن خب اینم نگاه کنید تقریبا نیمی از جمعیت یه خود کمتر خانوم بودن و اکثریت آقایون تشکیل میدادن خب بیایم ببینیم وقتی اومدن اجاستدش کردند یعنی اومدن اصلاحش کردند با عوامل مخدوش کننده چه اتفاقی افتاد و کدومهاش معنی دار بود با چند تا عامل میشه مخ... در واقع اصلاحش کرد عوامل مخدوش کنندش رو جنس و سن چون در واقع میزان مرگ و میر در یک خانم چهل ساله با یک آقای چهل ساله فرق میکنه خانم ها کمترن و در این حال در یک چهل و دو ساله با سی و دو ساله وقتی هفت سال دنبالش میکنی بازم فرق داره خب وقتی اومدن برای سن و جنس این رو اصلاح کردن دیدن اونایی که دو دارو میگیرن در مقایسه با اونایی که مونوتراپی هستن یک ممیز دو برابر ریسک مردنشون بیشتر میشه در صورتی که در حالت آن اَجاستد اون حالتی که اصلاح نکرده بودن برعکس بود نه دهم ده بود یعنی امکان مردن افراد اونایی که تو گروه چند داروه بودن نه دهم ده بود که یعنی کمتر از اونایی بود که در واقع تک دارویی میگرفتن ولی وقتی اومدن اصلاح کردن ببین این نه دهم ده یه دفعه شد یک ممیز دو دهم ده اگه برای عوامل اجتماعی هم بیان اصلاحش کنن باز میشه یک ممیز دو دهم ده باز برای عوامل اجتماعی جنس و سن و عوامل بالینی اصلاحش کنم میشه یک ممیز دو دهم ده و بالاخره اگر برای دوز هم و به اضافه همه این عوامل اصلاحش کنند و تنها شاخص که اینجا معنی دار بوده یک ممیز سه دهم ده در میاد پس پیام ساده این مقاله اینه میگه که میزان مرگ و میر در اونایی که پولی فارمسی میگیرند همینجوری نگاه کنی نه دهم اونایی که تک درمانی میگیرن ولی اگه بیای در واقع اجاستدش بکنی بیای در واقع اون انتباقش بدی اونجا شما شاهد این خواهید بود که نه برعکس یک ممیزه سه برابر منتها جهنبندی مقاله این بود میگفت این یک ممیزه سه برابر شما رو خیلی نترسونه و خلاصش گفته بود که اینجوری بگیم اثر بخشی یکسانه مرگ و میرم خیلی همچین بیشتر نیست مقاله بعدی رو هم سریع مرور بکنیم مقاله کستری دیس این هم مال 2019 هست. توی سایکیاتریک سرویسز چاپ شده خب این هم باز انگلستان رو بررسی کرده حجم نمونه یک مقدار بیشتره اونجا ده هزار تا خورده بودن اینجا 17255 و و پنج و پنج نفر باز کیا هستن سیریوس منتال اینس دارن از ژانویه 2000 تا مارچ 31 مارچ 2014 یعنی 14 سال اومده اینا رو فالو کرده و در نظر بگیرید علاوه بر مرگ و میر اومده چند شاخص دیگر رو هم فالو کرده چه چیزایی رو فالو کرده بستری شدن در بیمارستان Unplanned Hospital Admissions تا به هر دلیل یعنی اگر تصادف هم کرده سنگ کیسه صفرا هم داشته سنگ کلی هم داشته باز حسابه Unplanned Hospital Admissions حالا چرا نیومده ریز کنه خب میگه دیگه اطلاعات بیمه و نسخه های پزشکی اینقدر ریز دقیق اینا رو نداره ایمرجنسی دپارتمن ویزیت مراجعه به درمونگاه باز به هر دلیل فکر نکنید فقط روان پزشکی رو میگه تصادفات سوختگی سوانه و بالاخره مرگ پس سمپل بزرگتره حجم نمونه بزرگتره و دوره پیگیری تقریبا دو برابر اون مطالعه قبلیه یعنی 14 ساله و علاوه بر مرگومیر اومده دو عامل دیگه بستری های ناخواسته و مراجعات به درمونگاه به صورت ناخواسته رو بررسی کرد خب اینجا هم باز وقتی اومده در واقع چند شاخص رو نگاه کرده متوجه شده که اونایی که پولی فارمسی میگیرند امکان اینی که بستری بشن یک ممیز چارده صدم بیشتره اگر در واقع بخوان مرگ و رو نگاه بکنه یک ممیز دو صدمه اونجا یادتون باشه با اصلاح شده یک ممیز دو تا یک ممیز سه داشتیم این حتی نشون میده که میزان مرگومیر در در پولیفارماسی واقعا تفاوت بیشتری با اون یکی نداره چون شما اگر میدونید که اگر این hazard ریشیو یا اچ آر این در واقع نسبت ریسک یا خطر یک باشه یعنی فرقی تو گروه نداره اگه زیر یک باشه میگه به نفع اون گروهه اگر بالا یک باشه به نفع این گروهه و مراجعه به دپارتمان های اورژانس 95 صدون بوده خب پس نگاه کنیم میبینیم که در واقع در مقایسه با مونوتراپی خیلی دوستان فرق نداره یک ممیز چهارده صدم یک و نود حالا یه ردیف دیگه هم داره که اون مقاله قبلی نداشت میگه حالا بیایم مثلا ببینیم اونایی که مونوتراپی میگیرن در مقایسه با اونایی که اصلا دارو نمیگیرن اون موقع چجوره یعنی این یکی رو اضافه بر مقاله کادرا داره اگر شما هیچی آنتی سایکوتیک نمیگیری بستری توی بیمارستان یک ممیز 800 اون بیشتره و معنی دارم هست اون ستون قبلی بین هیچ کدومش هم معنی دار نبود ولی اینجا پس اگر آنتی سایکوتیک نگیری یه کوچولو امکانه اینکه دوباره پات تو بیمارستان به هر دلیلی عرض میکنم این میخواد تصادفات باشه میخواد خودکشی باشه میخواد سوختگی باشه یه کوچولو بیشتر میشه ولی در درصد هم نیست مرگ و میره تقریبا همون قد میمونه که البته معنی دار نبوده و مراجعه به دپارتمان های اورژانس به هر دلیل یک درصد پس یه ساده اینجا بکنیم مونوتراپی در این مطالعه با پولیفارماسی تفاوتی نشون نداد خیلی فرق نکرد ولی اگر آنتی سایکوتیک نگیری مراجعه به بیمارستان و اورژانست افزایش پیدا میکنه ولی باز براتون میگم دوستان برای اینکه شما ایده بگیرید اینا خیلی مهمه این قسمت های بین سطوح خیلی مهمتره ببینید بیشتر میشه ولی چقدر بیشتر شده خیلی نشده یعنی اینجا شما یک ممیز نوزده صدم و اینجا یک ممیز هشت صدم یعنی اینجوری نیست پنج برابر بشه یعنی پس اون مریضی هم که داروهاش رو نمیخوره شما خیلی نباید این رو داشته باشه که وای الان فاجعه میشه الان یعنی میزنه میمیره میزنه یکی دیگر رو میکشه فاصلش خیلی همچین پررنگ نبوده و البته یه کار دیگه هم کرده این مقاله به این هم یک دو سه دقیقه اگر توجه کنید بد نیست خب ما گفتیم پلی فارمسی داریم یعنی چند داروه دیگه ولی این اومدار گفته بود ببین ما یه چیز حواسمون نیست پلی فارمسی یعنی اینکه خب چه مدت دو تا دارو با همه بعضیا ممکنه یه هفته فقط دو دارو بگیرن اینا هم پلی فارمسی حساب میشن ولی معمولا اونی که یه هفته داره دو دارو میگیره با اونی که بالای سه ماه داره دو دارو میگیره احتمالا دلیل تجویز دارو فرق میکنه قبول دارید مثلا وقتی که اینجا چهار حالت مختلف تو نسخه ها استخراج کرده اونی که اوورلپشون یعنی دو دارو بودنشون بالای 14 روزه اونی که بالای سی روزه اونی که بالای 60 روزه اونی که بالای 90 روزه میگه وقتی شما مثلا در واقع کمتر از چهارده روز یا بین چهارده روز تا سی روز داری دو داروه میگیری احتمالا طرف داره دارو رو شیفت میکنه سویچ میکنه داره اون دارو رو کم میکنه اینو زیاد میکنه و یه پولی فارمسی همچین جوندار حساب نمیشه ولی اگه بالای سه ماه شما داری دو دارو میگیری پس این نشون میده واقعا فارمسیه یعنی طرف به نیت داره دو تا دارو میده مثلا اون پولی فارمسی های کوتاه مدت خیلی موارد میگه شما فکر کن چی میشه یه دفعه مثلا طرف داره حالو پیردول میگیره یه دفعه میای مثلا 200 میلی گرم کتیاپین هم اضافه میکنی میگه احتمالا اورژانس پیش اومده احتمالا موقتا حالش بد شده یک اپیزود خلقی پیدا کرده ولی اگر شما مثلا 6 ماه دارید دوتا دارو میدی اون موقع انگیزت فرق داره بعد نگاه کنید پولیفارمسی که کوتاه مدت بوده این هزارت هاش بیشتره میبینی؟ اینجا یک ممیز 21 صد این مرگم یک ممیز 11 صد بعد همینجور که میای پایین کم میشه پس نشون میده یه دلیلی هم که یه مختصری توی افرادی که پولی فارمسی دارن مراجعه ناخواسته به بیمارستان مراجعه ناخواسته به اورژانس و میر بالاتره برای اینه که اون پولیفارمسی های کوتاهتر حکایت از یه بدحالی به هر دلیلی داره ولی وقتی پولی فارمسی استیبله پایدار یعنی شما 90 روزه 6 ماه یه ساله داری دو دارو میدی نگاه کن دیگه خیلی ببین مثلا معنی داریش هم نیست حجم نمونه نرسید اونقدر ولی روند به این صورت خیلی قشنگ داره کم میشه اینجا باز ببینید کم میشه یک ممیزی صدوم داره به هشتاد صدوم میرسه اینا رو شما باید با دید اجتهادگونه نگاه کنید با دید در واقع کارشناس خبره نگاه کنید یا اینجا ویزیت ها کم شده و حتی نگاه کنید اینجا مرگ و میر رو نگاه کنید حتی از یک کمتره ولی معنیدار در نیومده که بتونه گزارش بده ولی یه روندی به اون سو شما میبینید پس بندی اینه که احتمالا دو داروی خیالتون رو راحت بکنم، ریسک بیشتری نداره خیالتون راحت بشه و نگران عوارض اورژانسیش نباشید پس این یک علامت خوب است منتها دیدیم تنها مقاله که خیلی واضح نشون داده بود علاوه بر اینکه ریسک نداره فایده داره مقاله کاتونا بود اما مقاله بوداپست خب قبل از اینی که این جلسه رو تموم کنم یه مقاله دیگه باز خدمتتون معرفی کنم ببینید الان سوالا رو تا مقاله اینم مال جاما سایکیاتری 2017 چرا اینو معرفی کردم برای اینکه اینم باز کار جری تیهوننه تیهونن همونیه که ژورنالش رو تحت عنوان ژورنال کلاب شماره 3 میخوایم با هم بحث کنیم این مشابه همون کاری رو که تو فنلاند کرده یادتون باشه گفتم مؤسسه کارولینسکا بود مؤسسه کارولینسکا تو سوئده ولی این کار رو اومده بود بررسی فنلاند رو انجام داده بود اینجا اومده این دفعه سوئد رو بررسی کرده یعنی کشور میزبان کارلینسکا با یه حجم نمونه بالای 29823 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی و اومده نسخه های اینا رو در آورده دوره بررسیش کی بوده از جولای اول جولای 2006 تا 31 دسامبر یعنی روز آخر سال 2013 تمام بیماران سوئدی مبتلا به اسکیزوفرنی خیلیه یعنی ببینید تو که هر کسی تو سوئد مبتلا به اسکیزوفرنی بوده این رو فالو کرده از 16 سال تا 64 سال مجموعا 29823 تا بیمار بوده و باز اومده مثل اون یکی مقاله بستری مجدد رو هدف قرار داده بستری مجدد چقدر بوده طی این دوره پیگیری 43 درصد باز این گراف های مشهورش رو رسم کرده که بهترین داروها کدوما بودن از نظر موفقیت ببینید این مقایسه هست بین اینی که شما اصلا آنتی سایکوتیک نگیری و آنتی سایکوتیک بگیری هر چقدر از این خط شما به سمت چپ بیشتر بری یعنی موثرتر بوده و بهتر بوده گرفتن آنتی سایکوتیک ببینید الگو دقیقا مثل فنلاند نیست ولی خیلی به اون شبیهه و از اونجایی که خیلی به اون شبیه ما به نچه میرسیم که آره ببین تو دو کشور رابطه هر دو اسکاندیناوی هردو هر دو شمال اروپا ولی این نتایج شبیه داره در میاد احتمالا یک چیز مستندی هست و میشه روش مان افتاد اولا اینم در نظر بگیرید بازی اطلاع فرعی دیگه میگم این اطلاعات فرعی به درد میخوره توی سوئد شایع ترین داروهایی که استفاده میشه دو تاست. خوراکی اولانزاپینه یعنی در کشور سوئد بیشترین داروی خوراکی آنتی سایکوتیک که تجویز میشه اولانزاپینه بیشترین آمپول طویل الاثر که تقضیق میشه لانگ اکتینگه سوکلو پنتیکسوله ما یه مدت سوکلو پنتیکسول تو بیمارستان روزبه داشتیم جزء یه طرح پژوهشی لونبک بود ولی متاسفانه یه مقدار ور افتاد ولی داروی خوبیه بیایم یه ذره براش تبلیغ بکنیم اینا شایع ترین داروهای خوراکی و تزریقی هستن که تو سوئد انتخاب میشن و بعد ببینیم جایگاهشون کجاست این پایین رو بیایم شروع کنیم اورال فلوپنتیکسول فلوپنتیکسول خوراکی همچین مالی نیست اورال کتیاپین اورال پرفنازین پرفنازین خوراکی و کتیاپین ببین همچین من با حالا پرفنازین نمی نویسم خوشم نمیاد ولی کتیاپین یه مقدار بهش نظر منفی دارم بازم تایید شد میبینی این حالا ممکنه بگین خطای تاییده میری میگرده چیزهایی پیدا میکنی که باور خود رو تایید کنه و بقیه فرمولاسیون های خوراکی رو نگاه کنین اورال هالوپریدول اینجاست فلوپنتیکسول فلوانکسول اینجاست همه میریم بالا اور آریپی هست ریسپریدون هست همه که میریم بالا اورال اورانزاپین آر... 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 اینجا قرار داره پولی تراپی یه خورده بالاتر هست و بعد لانگ اکتینگ ها و کلوزاپین قرار داره پس باز توی این مقاله داره این رو نشون میده که داروهای طویل الاثر و کلوزاپین جزء صدرنشین ها هستند و اون چند تا در واقع داروی مثل کتیاپین، پرفنازین اون پایین پایینان، هالوپریدول، ریسپریدون، آریپیپرازول این وسطا دارن میگردن. باز اسلاید دیگه ای داریم که توی این مقایسه کرده میگه هرچی این وره به اولانزاپین خوراکی بهتره، هرچی این وره به اولانزاپین خوراکی بدتره. یعنی اثر بخشی در جلوگیری از بستری مجدد همون 43 درصد که گفتیم در مقایسه با اولانزاپین نگاه کنید آریپیپرازول ریسپریدون، کتیاپین، فلوپنتیکسول خوراکی تقریبا همهشون اینجا هالوپریدول از اولانزاپین بهتر در اومده و بعد باز دوباره همین پولیتراپی رو میبینیم چند داروه اورال کلوزاپین و بقیه لانگکتینگ پس پیام دیگه ای که باز زمینی داره تایید میشه و ما داریم روش مانو میدیم اینه اگه میخوای طرف بستری مجدد نشه کلوزاپین خیلی خوبه اون بالا بالا هست. ولی طویل اثر ها خیلی خوبن و چند داروه چند داروها ببین اون بالا قرار میگیره و از مقاله دیگر تیهونن که راجع به فنلاند بود یادمون هست که گفتیم چند داروی دو تا نسل دو به درد نمیخورد اثر منفی داشت چند داروی دو تا نسل اول همچین در واقع فرقی نمیکرد و اگه یک طویل الاثر رو با یک خوراکی مخلوط کنی چیز خوبیه کلوزاپین آریپیپرازول هم چویس خوبی است ولی اگر شما فقط همین عکس رو نگاه کنید یه ایده میاد دستتون که اوزا از چه قراره از دو مقاله قبلی هم ما شنیدیم که خوشبختانه مخلوط کردن داروها خیلی عوارض نداره باعث افزایش مرگ نمیشه و مشکلی ایجاد نمیکنه ولی با این حال 25 درصد جهان این کار رو میکنند خب اینم متممی بود برای ژورنال سهشنبه

برای جورنال کلاب شماره چهارم یک متمم دارم این بحث قشنگی اینو دنبال کنید بحثی که آدم خودم یه ذره گفتم نه بابا اینو ولش کنه خدا این درست نباشه برای اینکه کلی از مشکلات آدم رو این بحث از دیرباز مطرح بوده تو کتابای درسی هم هست ولی الان دوباره دارن بهش میپردازند. حالا چرا این با جورنال کلاب چهار میخونه چون تو جورنال کلاب چهار ما میخوایم دوز بهینه آنتی سایکوتیک رو بحث بکنیم که آیا آنتی سایکوتیکا دوز بهینه کجاست و آیا منحنی اینها مثل یو هست یا نه یعنی دوز رو از یه حدی افزایش بدیم ممکنه به ضد خودش تبدیل بشه این منشأ این بحث از کجا میاد از پدیده ای میاد به نام آنتی سایکوتیک ایوکت دوپامین سوپر یا به صورت خلاصه بهش میگن آنتی سایکوتیک ایوکت سوپر سنسیتیویتی یا بعضی اصلا بهش میگن سوپر سنسیتیویتی سایکوزیس این بحث از دیرباز هست از خیلی وقت پیش بوده که وقتی شما داروهای آنتی سایکوتیک میدی ممکنه گیرنده های دی تو گیرنده های دی و بقیه گیرنده های دوپامینی رو فوق حساس بکنی در نتیجه خودت با پای خودت سایکوز رو تشدید بکنی همونطور که تاردی ایجاد میکنی سایکوز هم ایجاد بکنی و به همین دلیل شاید خیلی از آنتی سایکوتیکا دوز یو معکوس دارند از یه حدی بیشتر میدی به ضرر بیمار تموم میشه این بحث هم نگه داریم به عنوان زمینه جورنال کلاب چهارم حتما دنبالش کنید چون یافته های خیلی تعمل برانگیزی داره و پیام سادش اینه که شما باید خیلی آنتی سایکوتیک دوزو پایین بدی و وقتی هم دوزو داری کم میکنی باید خیلی آروم کم کنی که سوپر سنسیتیویتی دوپامین مواجه نشی خب پس تا هفته بعد خدا نگهدار